28 صفر سال روز رحلت پیامبر رحمت و رهایی و شهادت گوهر برگزیده رسول خدا امام حسن مجتبی، خصم معاویه و خلافت ارتجاع. از قول پدر طالقانی مستقیما میخونم: همان پیامبری که آمد همه آنچه را که ادیان گذشته تحریم کرده بودند از طیبات به مردم حلال کند، دیتها را بردارد و آنچه خبیث است حرام کند، و آیه یزع عنهم اسرهم، بارهای سنگینی که به دوش بشر بوده است بردارد، و پلهایی که فکر و اندیشه مردم را و زندگی و حیات مردم را بسته بود بگشاید. این هدف پیامبر بود، یعنی آزاد کردن مردم، آزاد کردن از تحمیلات طبقاتی، آزاد کردن از اندیشه های شرکی که تحمیل شده بود، آزاد کردن از احکام و قوانینی که به سود یک طبقه بر دیگران تحمیل شده بود. این رسالت پیامبر شما بود. ما هم باید دنبال همین رسالت باشیم. این شهدا دنبال همین رسالت بودند در مقابل فرهنگ تحمیلی، اقتصاد تحمیلی، قوانین تحمیلی، در برابر محدودیت‌های پلیسی که گاهی به اسم دین بر مردم تحمیل می‌شد، که از همه خطرناک‌تر بود، یعنی آنچرا که احبار و رهبان و همکاری آنها با طبقات ممتازه بر مردم تحمیل کرده بودند و به نام دین. این خطرناکترین تحمیلات است، یعنی آنچه که از خدا نیست، از جانب حق نیست، آنها به اسم خدا به دست و پای مردم ببندند و مردم را از حرکت حیاتی باز دارند، حق اعتراض به کسی ندهند، حق انتقاد ندهند، حق فعالیت آزاد به مردم و مسلمان ها و مردم آزاده دنیا ندهند. دعوت اسلام دعوت به رحمت و آزادی است.
آنکه عشق خدا بود در اعلا علیین، اون بنابرای توصیف قرآن چراغ تابان، خورشید درخشان، رحمتن للعالمین، کلمه وحدت است برای همه جهانیان، نه کلمه نفرت. با این حال 83 نبرد رو راه انداخت و شخصا فرماندهی کرد. تقریبا هر دو ماه یک جنگ داشت. با تمام این احوال کلمه عشق میگویند که این محمد حبیب گیس داشت تا اینجا، و قبل از آن که بیاید بوی عطرش می آمد، همه عطرها رو یک جا با هم داشت و در منتهای قدرتمندی و اقتدار در برابر ارتجاع زمان، بی خودی که مکتبی و جامعه‌ای رو پی نیفکنده، هنوزا با سوء استفاده از نام اوست که خمینی چیا میخورند. ولی اون که نیامده بود برای دست و پا بریدن و سرکوب، و الا رحمتن للعالمین نبود که کلمه و پیام مجسم عشق بود. چهره‌ای که آخوندها تصویر میکنند یه آخوند بزرگتری است مثل خودشون، اما چه انقلابی بزرگی باید باشه که دنیای کهن رو با امپراتوری ها و ابرقدرت‌هاش از قیصر و روم گرفته تا کسرا، اینا رو در هم بریزه. حتما که جای درستی انگوش گذاشته بوده و انرژی شگفتی آزاد کرده از بنی بشر. بزرگترین فریب و دجالیت و خیانت ایدئولوژیکی آل خمینی در اینه که چهره او را هم مسخ میکنند و نمیگذارند که پیروانش بهش وصل بشوند. دیشب یکی گفت که ما رهبری پاکی داریم، هرگز این را نگویید. بهتر است که به جای این حرفا راه رو برای یکی دیگر باز کنیم. خمینی خودش رو میزنه به پاکی، میشینه جای امام زمان، در نتیجه همه رو قطع میکنه از سرچشمه فیض، از چراغ تابان، از ماه درخشان، از رحمتن للعالمین، چون که خودش رو جای اون مینشونه، در آن سر طیف به قول مریم، یعنی معکوسش، ضدش. نه، بهتر ما بپذیریم که رهبری معصومی در کار نیست. بهتر بپذیریم که به حق هم همینه که از قضا ما بشرهای معمولیه، گناهکار و خطاکاری هستیم، ولی به جانب کس دیگر می رویم و راه کس دیگری رو طی می کنیم، رد پای اون رو می گیریم. چون خمینی میگه من تالی معصومم، میگه نشسته بر جای معصوم، امام معصوم. ما می گوییم که نه، ما نباید و نمی توان آنچنان پاک و پاکیزه و معصوم باشیم. این دجالیته، نیازی هم به این نیست. ما کافیه راه رو برای کسی دیگری، برای اصل کاری، برای سابله اصلی باز کنیم. اون روز عید رفته بودیم مرقد حضرت علی، مریم میگفت که
چطور خمینی هیچ وقت صحبت از حکومت علی نمی کنه؟ چون دست خودش رو میشه. دقیقاً آخونده حواسشون هست. امجدیه چرا عصبانی شد؟ خمینی: من به جمعیت گفتم الله اکبر بکشند و یادآوری کردم که اگه حضرت علی در حکومتش خلخال رو از پای سربازای معاویه اونم دختر یهودی در آورده بودن، جزش در آمده بود. من این داستان رو یادآوری کردم و گفتم پس تو چه کاری؟ اینطوری مجاهدین دارن میکشن، پس مسئول خودتی. برای این جیغ خمینی در اومد. این طایفه خمینی مدعی اسلام و فلان و اینها هستن. تصویر رو هم که از محمد حبیب میدن لابد بزرگ شده خودشونه دیگه. آگراندیسمون عکس خودشونه لابد. واقعیت که این نیست. لابد که هرچه بوده یک رنگی و صمیمیت و صفا و پاکیزگی بوده و الا که جاذبه‌ای نداشت. ولی همین امی بی سواد و درس نخونده جهان رو مبهوت کرد و پیامش رو پایدار کرد و ترکنا علیه فی الآخرین، راهش رو آینده دار کرد. چون کلمه ختم کننده و خاتم، کلمه خاتم، پیامبر خاتم و سرامد، چیزی جز عشق در متعالی ترین مفهومش نمیتونه باشه که، ولی به چه درد میخوره؟ ولی باید جز داستانهای کهنه شده بایگانیش کرد. با چنان عشقی است که میتوان امروز هم از بنیاد ارتجاع زد، بت شکنی کرد و ریشش رو زد. و هر کس که شناخت یا پرتوی از او رو دریافت و یا ذره ایش رو گرفت، طبعاً که مدهوش شد. و چرا که نشه؟ و وای بر سنگین دلان، یعنی خمینی گرایان، که میدونند این اون نیستند که او بود، ولی نونشو میخورن. نام او را می آورند اما کام خود را می جویند. کلمه خاتم کلمه عشق و رحمت است بنابراین. و این چیزی است که ارتجاع بویی ازش نبرده، اصلا بویی نبرده. در ارتجاع هر چه هست قساوت است و سنگدلی. امام حسن مجتبی، گوهر برگزیده رسول خدا، در آزمایشی سنگین تر از عاشورا. حضرت حسن در سال سوم
هجری به دنیا اومد، 15 رمضان در سال 50 هجری در 47 سالگی به وسیله ماویه و به تحریک اون مسموم شد و به شهادت رسید. به سال شمسی می شود 45 سال و 2-3 هفته کل عمرش. حسن ابن علی هدفی است برای رگباری از ناجوانمردان ترین اتهامات و دروغ‌ها. در 21 رمضان سال 40 امام حسن که اون موقع 37 ساله بود به خلافت نشست. از این تاریخ یعنی از 21 رمضان تا ربیع الاول حدود 6 ماه قدر کمتر دوره بسیار پرفتنه است، چون حضرت حسن به شدت تلاش میکنه که یک سامان جنگی پدید بیاره، یک دستگاه جنگی و کار حضرت علی رو تمام کنه با معاویه. در این 6 ماه فراز و نشیب خیلی زیاد هست، درگیری ها خیلی زیاده، حوادث خیلی زیاده، چند تلاش هست برای ترور خود امام حسن به تحریک معاویه. اون 6 ماه 6 ماهی بود که سراپا امام حسن برای جنگ تلاش میکرد. اگر که در ما اصالتی هست لابد که غباری از قدم پیشوایان آرمانی مثل امام حسن و امام حسین رو جسته ایم و در خود گرفتیم. درس صداقت و فدا، درس ایستادگی، درس سرخم نکردن در برابر شرایط بغرنج. درس آزادی، همه درس هایی که امروز همه شما در انقلاب مریم آموخته اید، درست به همین دلیل، به دلیل گوهر بی بدیل که برجسته ترین و بارزترین و مهمترین تفاوت این روزگار با اون روزگار هست، می شود گفت که پس از قرون و اثار، پس از سالیان، انگار که در تاریخ میخواد روی پاشنهی با شما از طریق شما و خلقتون بچرخه. خمینی فکر میکرد با کشتار، با سرکوب، با قتل عام، با زجر، با شکنجه از پس شما و نسل شما برخواهد آمد. این بار لازم نبود که منتظر قرنها بشویم، نه، سالیانی اندک تو یک نسل بسیاری چیزها رو روشن و روشن‌تر کرد. دو اسلام متضاد، سخنرانی مسعود رجوی، 1376. لاجرم بین مجاهدین و خمینی مردم ایران قضاوتشون رو کردند. بین این دو نوع اسلام با پیشینه هر کدوم از زمان حضرت علی تا همین امروز تاریخ قضاوت کرده و باز هم قضاوتش رو خواهد کرد.
بین دو دیدگاه، دو تفسیر، سراپا متضاد. یکی مبتنی است بر جهل و اجبار، دیگری اولی، اصلی، بر آزادی و اختیار. یکی خصلت ویژه خودش رو نزد موضع فرصت طلبانه، بلکه از خشیه خداوندی، از خشیه خدا دینامیزم و پویایی میداند و قیمت اون رو هم میده، بالاترین، سنگینترین، پرفشارترین. تا اون گوهر بیبدیلی رو که میخواد ابتدا در خودش، در زنان و مردان خودش محقق کنه. و دیگری بر مفتخاری و ستم و استثمار و سرکوب. یکی پیام‌آور ظلمات است و دیگری پرچمدار آزادی و یگانگی و رهایی. جنگ بین این دو که در این حال جنگ سرنوشت برای مردم و تاریخ ایران هم هست، به یکی از مهمترین حلقات قدر انسانیت معاصر هم هست، پیوسته بالا میگیره بین شما و بین دشمن قدارتون، دشمن مکارتون. چه کسی دیگری رو از دور خارج خواهد کرد و پشتش رو به خاک خواهد مالید؟ لاجرم این وعده حقه. انک لا تخلف المیعاد، و الا که زمین جولانگاه ددان و دیوان می بود تا ابد. سلسله آموزش برای نسل جوان در داخل کشور، مسعود رجوی، 30 دی 1388. اگر انقلاب و دین و مذهب و اسلام و مسلمانی همین است که خمینی یا خامنه ای به ما نشان دادند، نخواستیم، نمی خواهیم و هرگز نخواهیم خواست. گفتم دعوا با خمینی بر سر حاکمیت آخوند ارتجاعی به جای حاکمیت مردم بود. در همین راستا خمینی با مهیب‌ترین نیروی ارتجاعی تاریخ ایران، سربرداشت از دورانهای کهن، بران بود تا انقلاب ایران را بمیراند و بسوزاند و خاکستر کند. او نیروهای آزاد شده در این انقلاب ضد سلطنتی را یا سر برید و سرکوب کرد یا به تنور جنگ ریخت. به خاطر ماهیت ارتجاعی قادر نبود این نیروها را به جانب آزادی و توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی هدایت کند. پس باید هر طور شده آنها را به بند می کشید و نابود می کرد. در چنین وضعیتی چند میلیون ایرانی که در میان آنها بسیاری از دانشمندان، استادان، متخصصان، کارشناسان، اطبا، هنرمندان و قهرمانان ورزشی هم بودند،
ناگزیر جلای وطن کردند و مصیبت آواره شدن در این سو و آن سوی جهان را به جان خریدند. به راستی بیش از این نمی شد آن تکان عظیم انقلابی را تا این حد عقیم و بی‌بهره کرد و به عقب برد. اگر انقلاب و دین و مذهب و اسلام و مسلمانی، همین است که خمینی یا خامنه‌ای در این 30 سال به ما نشان دادند، نخواستیم، نمی‌خواهیم و هرگز نخواهیم خواست. حالا اگر از من بپرسید که مجاهدین چه کردند، در یک کلام می‌گویم انقلاب را نه به معنی واژگونه و مجازی آن، بلکه به معنی حقیقی آن با مقاومت و ایستادگی خودشان و با ضرباتی که از هر سو به این رژیم زدند، با رزم و رنج و رود خروشان خون شهیدان، با تشکیلات مجاهدین خلق ایران و با برپایی ارتش و جایگزین سیاسی زنده و رویان نگه داشتند و الا مانند حمله مغول با یک دوران طولانی از خود بیگانگی مواجه بودیم که صده های متوالی به طول می انجامید. آخر این همه کشتار و اعدام و شکنجه و دجالیت و ابتذال و ریا و ذبح همه کلمات و ارزش ها و رجالگری که چیز کمی نیست، همه چیز دروغ و پوچ و واهی می شود، همه معیارها در هم می شکند، شرایطی ایجاد می شود که حضرت علی علیه السلام آن را درباره امثال معاویه و یزید و همین خمینی و خامنه ای چنین توصیف کرده است: هیچ خانه گلین و هیچ خیمه پشمینه ای باقی نمی ماند مگر آنکه ستم ایشان وارد آن شده و فساد و تباهکاریشان آن را فرا گرفته و سوء رفتارشان اهل آن را پراکنده سازد، آنقدر که مردم به دو دسته گریان تقسیم می شوند، یکی به خاطر وضعیتش در دنیا می گرید و گرینده ای به خاطر دین و مرامش. خدمتگزاری برای آنان همچون رابطه برده با ارباب است که در حضور ارباب اطاعتش می کند و در غیاب او به بدگویی می پردازد.